یعنی شما نشستی ابوالفضل جلوتون رو موتور بله. خانم پشت سرتون بله بله تو خط ویژه داشتی میرفتی که نباید میرفتی احساس کردی یه درخت داره میفته رو سرت اینو ول کردی ابوالفضل گرفتی من پاهمو گذاشتم زمین موتور واسات موتور اصلا نیافتاد زمین نمیتونم اصلا زودتر وایسی یا ازش رچی نخوره اصلا ما هیچ علائمی ندیدیم کسی رو مثلا ببینیم یا هشداری ببینیم هیچی فقط یک آن صدای وحشتناک درخت داره چی این هشدار بدن که درخت داره میفته خب ببینید داشتن درخت رو میبریدن آها داشتن میبریدن درخت بله درخت رو از به اصطلاح تحت داشتن میبریدن آها بعد درختی هم که به اصطلاح بریدن 56 متر بود یعنی از پیاده رو جلوی پارک سایی تا پیاده رو به اصطلاح این سمت خیابون کاملا گرفتش یعنی یه چیز هلوشه فکر کنم 56 متر بود درخت از این درختای تاریخ داره درخت قدمتش 70 سال بود بعد دیگه به اصطلاح قطرش و اینا هم که بعد چی شد ابوالفضل گرفتی ابوالفضل گرفتم زیرم خانم تو ول کردی دیگه بنده خدا فکر کنم اصلا قبل از اینکه بخوره از هوش رفته بود آره من هم سرمو بالا کردم از صدای مهیجی که اومد سرمو بالا کردم یه چیزی داره فرود میاد من اون لحظه فکرم زلزله میاد زلزله خیلی شدید باید باشه این صدا اون با شاخ و برگاش با هم تصویر وحشتناکی داره که ما زیرش قرار گرفتیم سه تایی اصلا زیرش مونده بود خب بعد ابوالفضل من زیرم گرفتم درخت خورد به اصطلاح به سرم و شونم و به اصطلاح یکم مچ دستم اینا کبود شد ضربه به اصطلاح چیز ندید تو این حادثه خب خدا رو هزار مرتبه شکر میکنه درخت توی اون ارتفاع با اون قدمتی که داره وقتی میاد با این یه قدرت عجیبی پیدا میکنه میتونه سوله کنه دیگه چیزی در واقع حائل شد بین شما و درخته نه مستقیم خورد تو سرم مستقیم خورد تو سر من این اونجوری که باید سمیره فرو میرفتی تو زمین که چجوریه؟ نمیدونم بچه ها میگن یه ذره قدم کوتاه شده خب بچه شد بچه تو بعد به اصطلاح بچه های نیرو انتظامی هم از روبرو داشته میدن بچه های کلانتری 105 صنایع فردی به نام جناب سروان شفیعی اگر اشتباه نکنم اولین کاری که از بود ماشین رو از ماشین پیاده شده بود اومده بود اینو چون درخت رو من مونده بود ایشون هم که وسط خیابون افتاده بود ایشون رو از زیر من و درخت کشیده بود بیرون ابوالفضل اول درخت اول کشیده بود بیرون بعد به اصطلاح بچه های من این حالت منگمانند هم گیجمانند بودم چیزی متوجه نمیشدم بعد به اصطلاح بچه های آتش نشانی اومده بودن درخت رو بریده بودن من دیگه قشنگ یادم بلندشم رفتم کنار جوب نشستم ولی صورت چون حدقه چشمم شکسته بود چشمم از حدقه در اومده بود بعد گیجگام یعنی 9 قسمت از سرم خود پزشکخانه اعلام کرد که شکسته بود استخونای گوشم خورد ولی ضربه مغزی نشدی شما چرا خونریزی مغزی کردم عنکبوتی سرم از بین رفت و الان به اصطلاح این قسمت از سرمو کلا جمجمه رو برداشتن به جاش تیتانیوم گذاشتن تیتانیوم گذاشتن یعنی الان یه طرف سر من مصنوعیه بله دکترای خودمون کردن؟ بله دکترای خودمون؟ بله دکتر رایی آفرین انجام دادن آقای علی خانی ببینید یه ولی میتونست من... یک فاجعه شه براشون من ببینید موقعی که به اصطلاح خب عمل کردم رفتم تو کما 4 روز تو کما بودم روز پنجم به هوش اومدم بعد برای عمل دوم که رفتم پیش دکتر با ایشون رفتیم به اصطلاح دکتر ببینه دیگه یه ذره میترسیدم ولی دکتر گفتش که اون چیزی که باید میگذروندی گذروندی میگفت اگر یک روب دیرتر من عمل میشدم کما میرفتم کما میومدم گردن به پایین فلج میشدم نه اصلا سوال اول من اینه که اون درخت با اون ارتفاع با اون قطر با اون سرعت میتونست بعد خورده رو سر شما یعنی میتونست قشنگ نابود پودرشی